آقای مهرابی، این مصوبه ای که امروز مجلس گذرونده و در واقع به نکات زیادی تاکید کرده، اصلا ضرورتش چه بود؟ این دلایل و نکاتی که آورده رو چرا برای این مصوبه رفتند و این رو تعیین کردند و این نکات رو انتخاب کردند؟ در قانون اساسی مشخصات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده و تاکید شده که رجل سیاسی و مذهبی، و در قوانین انتخابات هم همین اصل در واقع کپی شده. به همین دلیل شورای نگهبان قبل از این هر طرحی که نمایندگان مجلس درباره تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری داشتن را رد می کرده و به هر حال موضوع تعیین شرایط رجل سیاسی و مذهبی تاکنون مشخص نبوده و هیچ تعریفی نداشته. الان نمایندگان مجلس اومدن یک سری شرایط رو میخوان بذارن و در واقع یک سری محدودیت ها که تعداد نامزدهای انتخابات به نوعی کم بشه و افراد خاصی فقط بتونن نامزد بشن. البته این تعریف ها بجز موضوع سن که بین 40 تا 70 سال تعیین شده یا بعضی از شرایط سمت ها، به نوعی تعریف های کلی و یا تا حدودی تخیلی هست. مثلا یکی از تعریف هایی که الان در طرح نمایندگان هست باور داشتن به حکومت جهانی امام عصر هست، یا موضوعات دیگه مانند اشتهار به موضوع ولایت فقیه، یا بحث این که باور داشتن به آرمان‌های جمهوری اسلامی. همه اینها به خصوص درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خیلی معیارهای کلی هست، چون معمولاً این نامزدها نامزدهای شناخته شده ای هستند و به این شکل نیست که مثلا بخواد دربارهشون تحقیق بشه. در طرح نمایندگان مجلس حتی تحقیقات محلی هم گذاشته شده که با ساختار کلی موضوع انتخابات ریاست جمهوری در تضاد است. البته برخی از این پیشنهادها ممکنه که به مرور توسط خود نمایندگان مجلس هست شه و یا بعداً توسط شورای نگهبان از مجلس بخواد که اصلاح بشه این پیشنهادها. یکی از مسائلی که همچنان مورد بحث از سالها هم مورد بحث بوده، بحث رجل سیاسی است که به هر حال انگار همچنان ادامه داره و هنوز زنها نتونستن با توجه به این مصوبه رجل سیاسی محسوب بشن در مجلسی که آقای خامنه اون رو انقلابی تعبیر میکنه. بعیده که در تا حالا که در پیشنهادهای نمایندگان بحثی درباره نامزدی زنان نبوده، الان هم بعید هست که از این به بعد این بحث مطرح باشه. به هر حال تعدادی از تصویب کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی هم گفتن که منظورشون فقط نامزدی مردان بوده، اما به هر حال نمیخواستن که این موضوع رو به صورت شفاف بیان بکنن و به همین دلیل کلمه رجل را گذاشتن. و حتی اگر که در قانون مجلس هم باشه، در نهایت این شورای نگهبان هست که باید تصمیم بگیره و رویه شورای نگهبان هم این نبوده که زنان را تصویب بکنه، حتی زنان اصولگرایی که نامزد انتخابات میشن. آقای مهرابی، یک مبحث دیگه هم مطرح شده در این ماجرا و اون هم داشتن تابعیت یا اقامت کشورهای بیگانه هست در رابطه با فرزند و خانواده و همسر و اینها بهش اشاره کردن. فکر میکنید ضرورت این ماجرا چه هست که مطرح کردن در این لایه؟ این طرح قاعدتا با این هدف طراحی شده که تعدادی از افرادی که حالا به تعبیر نمایندگان مجلس غربگرا هستند یا مناسبات با غرب دارن از نامزدی ریاست جمهوری محروم بشن. به هر حال اینکه تاکید شده بر اینکه هم خودشون تابعیت نداشته باشن هم فرزندانشون، به نوعی با برخی از مقامات جمهوری اسلامی تناسب داره. اگر مثلا برای این دوره بود با آقای روحانی تداخل داشت و نمیتونست نامزد بشه، یا مثلا فردی مانند آقای ظریف نمیتونه نامزد بشه، با این طرح قاعدتا از نظر نمایندگان اصولگرا دایره نامزدها بیشتر در حوزه همون اصولگرایان محدود میشه. ممنونم از شما احسان مهرابی که با ما همراه بودید. روزنامه‌نگار.